كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سفر آخرت. در برنامه گذشته اشاره کردیم به موضوع سوال و جواب فرشتگان مقرر الهی در قبر از انسان و سوال هایی که از اون پرسیده میشه. سه سوال در ظاهر بسیار ساده: پروردگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟ سه سوال ساده ای که برای جواب دادن به اونها انسان باید کل زندگیش رو خوب زندگی کرده باشه، پروردگارش رو به یگانگی و وحدانیت پذیرفته باشه و به دینش عمل کرده باشه و به مقتضای نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان داشته و عمل کرده باشه که بتونه پاسخگو باشه. درباره گروه های مختلفی که در سوال و جواب در داخل قبر معامله ای که با اونها میشه از مؤمنین و غیر مؤمنین، دو گروه مؤمنین جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری اشاره کردن و ادامه موضوع رو در این برنامه با شما پیگیری خواهیم کرد. جناب مولانا سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله محمد و على آله و اصحابه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و ادب و سلام و احترام دارم و شما عزیزان را به برنامه سفر آخرت خوش آمدید میگویم و در خدمت شما و در خدمت جناب استاد بزرگوار استاد فضل الحق سلیمانی عزیز قرار دارم. جناب مولانا در برنامه گذشته حدیثی رو که رسول صلی الله علیه و سلم درباره سوال و جواب منکر و نکیر از انسان در داخل قبر وارد شده بود، به بخش اول این حدیث اشاره فرمودید و ادامه موضوع ماند برای این برنامه و صحبتش. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته پیرامون انسان‌های مؤمن، متقی، پرهیزگار و خلاصه انسان‌هایی که در لحظاتی که قبض روح شدن برای از اونا نفس طیبه گفته شده بود، اینها انسان هایی هن که وقتی گفته شد من ربو که گفتن ربی الله، ما دینو که دینی الاسلام و من نبیو که نبی محمد صلی الله علیه وسلم، درست صحیح جواب دادن که الله رب مانه، اسلام دین مانه و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم پیامبر مانه. چون در دنیا درست و صحیح زندگی کرده بودن، اوامر الله درست و صحیح بجا کرده بودن، نواهی درست و صحیح ترک کرده بودن. اما در ادامه حدیث میاره که نکیرین یا نکیر و منکر از انسان منافق و انسانی که کافره از اونم سوال شده و سوال میشه. همین سه سوال از اونها میشه، سه سوال برای انسان غیر مسلمان که چی منافق باشه و چی کافر، وقتی گفته شد من ربک، ما دینک، من نبیک، در اینجا وقتی گفته میشه من ربک میگه ها
ما ادری. نمیدانم، ولی در دنیا از زبان دیگرا شنیدم که میگفتن الله هست. الله بالاخره ربیه که شریک. اینا رو شنیدم که شریک نداشته و مثلی ها. بالاخره در این قسمت اونم از زبان دیگرا شنیدم، خودم توجه نکردم، نرفتم به سراغ رب خود که بشناسم. ما ادری، نمیدانم. سوال دوم وقتی گفته میشه ما دینوک، دین تو چیه؟ نمیفهمم میگه. نرفتم به سراغ دین، فقط شنیدم که دین اسلامی بود، احکام داشت، نماز داشت، روزه داشت، زکات داشت، حج داشت، جهاد داشت، اینها رو داشت. ولی من نرفتم. کلن این انسان که در دنیا هم مغمی و خواهشات نفسانی بوده و بالاخره دنبال هوا و هوس خود بوده، از دین و از اسلام و از اینها خبری برای انسان نبوده، در اینجا میگه ما ادری، نمیدانم، فقط شنیدم. سوال سوم وقتی که پرسان میشه من نبیوک، باز هم میگه ما ادری، نمیفهم، نمیدانم، فقط قدر شنیدم که پیامبری بود، آماد احکامات را آورد و من به سراغ از او نرفتم و جستجوی او نرفتم. در ادامه که وقتی سوالار پرسان میکنن، در ادامه حدیث میاره که نکیرین یا نکیر و منکر میگن قد نعل قد کننا نعلم انک تقول ذلک، ما هم میدانستیم که تو چنین جواب میدی. و بعدا به ادامه میاره که فیقالو، گفته میشه للارض التئمی علیه، پیش بیا برین، پیش بیا، فتلتئمو علی، زمین پیش میآید. مثل که برای انسان مسلمان فراخ میشد، برای انسان بدبخت و شقی پیش میآید. فتختلفو اضلاعو، اینا رو به هم میریزانه، تمام استخوان این، گوشت این، همه فشار میده که بالاخره وضعیت بسیار خطرناک. در روایت دیگه میاره میگه وقتی که این چنین جواب میده که ما ادری، بر او گرز آتشینی که بر دست دارن این ملک چنان بر فرق این میکوبن که از اثر این به خاک و خاکستر تبدیل میشه، ولی خداوند پس بالا تسلیم میاره. یعنی اینقدر زجر میکشه در داخل قبر از اثر او شکنجه، از اثر زدن گرز آتشین. دیگه مرگ یک دفعه به سراغش آمده، دیگه نیه که نابود بشه، دیگه احساس درد نکنه، نه خیر. این تا چی وقت؟ در ادامه حدیث میاره که برای انسان مؤمن و متقی راحتی ادامه داره، حتی تا اینکه یبعث، تا اینکه پس برانگیخته میشه در صحرای محشر. برای این انسان بدبخت و شقی ادامه داره این حالت تا به حشر که بحث حساب و کتاب و انها میشه، که الله سبحانه و تعالی قبر همه ما و شمار که در تعبیر حدیث میاره که برای انسانهای مؤمن و متقی روضتون من رياض الجنه میشه. روضتون من رياض الجنه یعنی چی؟ یعنی ای یک غرفه میشه از غرفه های بهشت، دروازه باعث میشه از دروازه های بهشت که انسان نظاره میکنه، بهشتر، نعمتای بهشتر، راحتی های بهشتر. و برای انسان بدبخت و شقی، بدبخت و شقی، حفرتون من حفر نیران میشه، غرفه میشه از غرفه های جهنم، دروازه باز میشه از دروازه های جهنم که دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی قبر ما و شمار و قبور اموات ما و شمار روضتون من رياض الجنه بگرداند. جناب مولانا از فرمایشات شما اینجوری برداشت میشه که داخل قبر هم هر کسی بر اساس اعمال خودش دقیقا همون معاملهی که در آینده و در قیامت با اون خواهد شد، در قبر هم یعنی شروعی از همون معامله هست، و یعنی اگر اهل نعمت باشه و اهل بهشت باشه، قبر هم با نعمت‌های خودش از اون پذیرایی میکنه و
اگر خدای نکرده اهل عذاب باشه، قبرم با نعمتهای خودشان اون عذاب پیروی خواهد کرد و از اون استقبال میکنه. اما این نعمت یا عذاب در داخل قبر متعلق به جسم هست یا متعلق به روح؟ طوری که قبلا اشاره کردیم، در داخل قبر راحت و جسم، راحتی و زحمت، یعنی میتونیم بگیم که نعمت و نغمت تعلق به جسم و به روح داره، تعلق به جسم، هر دو با همه، ولی کیفیت ای به الله سبحانه و تعالی که چگونه. چون به خاطر از اینکه خیلی از انسان ها شاید به این بگن که خب جسم خاک میشه و چگونه، بین علما یک بحثیه که اگر الله سبحانه و تعالی ذره ای از امون جسم را به داخل قبر داشته باشه، راحتی به همون ذره جسم و روح داره، و اگر ذره از او انسان هم باقی بمانه، باقی بمانه از جسم از او، الله سبحانه وتعالی زحمتر و او درد و رنج و مشکلات و مشقتر سیو جسم و روح میکنه. و اگرچه یک قضیه که بین علما اختلافیه، ولی نظر اکثر در همینه که عذاب و راحتی من هر دو تاست، برای هر دو هست. حالا چنان به مولانا احیانا شاید سوالی در ذهن بینندگان عزیز پیش بیاد که بعضی بینندگان شاید سوال رو بکنن که مثلا بعضی وقتا ما داریم کسانی که شاید اصلا قبر نمیشن یا سوزانده میشن، مثل به حال هندوها، و شاید خاکسترش رو هم به باد و آب بریزن، و بعضی ها در دریاها غرق میشن، خوراک ماهی ها و نهنگ ها و کوسه ها میشن. اینها هم در این مسئله، یعنی عذاب قبر یا نعمت قبر داخل هستن؟ اولی که در دنیا میتونیم از لحاظ فیصدی بگیم که شاید قریب به 80% انسان ها دفن میشن، چی یهودیته، چی مسیحیته، چی مسلمان ها و اینها، اکثریت. ولی او انسان هایی که میتر می سوزانن، یا حادثاتی که در دنیا از اثر سقوط تیاره در بحر و انسان ها افتادن در بحر و در دشت و بیابان و بالاخره به طریقی از بین میرن که قبر ندارن. مثلا در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جریان یکی از اشخاص رو بیان میکنن که او گفت که ما وقتی فوت کردم و از دنیا رفتم، مرا بسوزانید که من عذاب قبر را نبینم، و بعد خاکسترم را در دریا بریزید. به ادامه حدیث رسول معظم اسلام قبری نداشته باشه. بله بله، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی این شخص چنین کرد، الله سبحانه و تعالی ذرات از او همه را جمع کرد و از او سوال کرد، و از این سوال کرد. از این حدیث دانسته میشه که اگر کسی در بحر بیفته، در سوختن باشه، در هر جایی که خلاصه بدون قبر ناپدید بشه، سوختانده بشه، خاکستر از او در جای ریختانده بشه، یا در بحر غرق بشه، الله سبحانه و تعالی در همونجی اجزای از او جمع میکنه و در همون لحظه که قبض روح شد و بالاخره به اون موعده که هست، الله سبحانه وتعالی از او پرسان میکنه. هدف از داخل قبر هم، داخل قبر هم که گذاشته میشه، سوال نکیرینه، و سوال نکیرین هم به هر طریقی که انسان خور از بین ببره، الله سبحانه وتعالی قادره و قدرت داره، اجزا از ایر جمع میکنه و از او سوال میکنه. حالا جناب مولانا، در بحث عذاب قبر، خود مطلق بحث عذاب قبر، و خب اهل سنت اتفاق نظر دارن در این موضوع، و عزیزانی که شاید دوست داشته باشن مثلا دلایلی در این باب بدونن از قرآن و حدیث، دلایلی که هست در این باب ثابت بکنه که عذاب قبر هست، آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ارتباط به
آل فرعون، قوم فرعون و خودش، قوم فرعون و خود فرعون هست. در اونجا الله سبحانه و تعالی می فرماید، اگر آیه در ذهن شما باشه، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، و یوم القیامت ادخل آل فرعون اشد العذاب. این آیه از این استدلال میشه برای قبل از این که هنوز اینا رو داخل به قیامت نکرده که با اشد العذاب گرفتار بشن. عذابی میای قبل از قیامت برای از اینا صبح و شام. یوردون علیها غدوا و عشیا، این عذاب اشاره داره به عذاب قبل، به عذاب برزخ، به خاطر که آیه به صراحت بیان میکنه النار یوردون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون، آل فرعون اشد العذاب. روز قیامت عذاب از اینا بیشتره، سختره. عذابی که قبل از قیامت هست صبح و شام، یه عذاب، عذاب عالم برزخه. آیه دیگه داریم که الله سبحانه و تعالی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة. ای قول ثابت و ای سخن که ثابته، ای مفسرین میفرماین که عالم برزخه که بین دنیا و آخرت زندگی که قرار داره، ای زندگی چیست؟ برزخیه. از این دو آیه بیشتر علما استدلال میکنن، از آیه النار و یعرضون علی غدوا و عشیا و از آیه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة، که ایر برای ما میرسانه که داخل قبر عذاب هست. از احادیث رسول صلی الله علیه وسلم که احادیث هم که روضتون من ریاض القبر، روضتون من ریاض الجنه، حفرتون من حفر النیران، حدیثی که سوال نکیرین می آید بعد از او ملائکه میگن که قد کنا نعلمو انک تقولو ذلك، تو چنین می گفتی، و یه گفتگوی ملائکه، و همچنین حدیثی که نوم که نومت العروس راحتیر بیان میکنه، حدیثی که ادامه میگه التئمی علی فتلتئم علی، پیش میای زمین، و این جریان هایی که نشان میده که در قبر هم راحتیه و هم ناراحتی. جنوب مولا چه اسبابی سبب میشه که انسان مبتلا بشه به عذاب قبر؟ ارتباط به اسباب عذاب قبر میتونیم بگیم که به دو قسمه. یک موضوعی که سبب عذاب قبر میشه، مثلی میتونیم بگیم مجمل یا مفصل، که در بعضی تفصیل داده شده در نصوص و بعضی بیان نشده. مجمل مثل قضیه بحث جهل، نادانی، خلاصه گناه و معصیت و اینها که انسان انجام بده، اینا سبب میشه که عذاب قبر میایه اگر انسان توبه نکنه و همیشه در فکر جاهلانه داشته باشه، هدف جاهلانه داشته باشه. خلاصه جهل و نادانی و گناه و معصیت و اینها که چیز واضحه که عذاب قبر در پی داره اگر توبه نشود. اما میمونه یک مسئله مفصله، جریان مفصل اونه که در نص ثابت شده اگر این کار کردی سبب عذاب قبر میشه، اگر که مسلمان هم باشه، اونو که مسلمان هم باشه. یعنی پس مسلمان ها هم دچار عذاب قبر میشه؟ وقتی ما میگیم مسلمان ها، شما مر به یاد و او حدیث سعد ابن معاذ رضی الله عنه. سعد ابن معاذ یک صحابی جلیل قدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، خدای تبارک تعالی قبر همه ما و شما رو روزه از روزه های بهشت بگردانه و سوال نکیرین را آسان کنه. صحابه مردمانی هستند که الله سبحانه تعالی از اونها اظهار رضایت کرده. آنها با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و برخاست کردند. آنها خلاصه بندگان نیک و شایسته و صالح
پروردگار عالم. سعد ابن معاذ صحابیه که الله سبحانه و تعالی از او راضی شده. وقتی که فوت میکنه و از دنیا تشریف میبره، رسول الله صلی الله علیه و سلم با او نماز جنازه میخونه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین که زمانی که سعد از دنیا رفت، سعد ابن معاذ، عرش پروردگار عالم اهتز لرزید و در روایت میاره که 70,000 فرشته در جنازه سعد ابن معاذ شرکت کرده و در روایت میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر انگشتار راه میرفتن. صحابه گفتن یا رسول الله چرا چنین راه میریم؟ گفتن که من نمیخوام که فرشته ها تکلیف ببینه، ما در رکاب و در همراه این فرشته ها. سعد ابن معاذ در قبر گذاشته میشه و وقتی که بعد از سر قبر بسته میشه و خاک ریختانده میشه و لحظات اخیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم ناگه تکبیر میگن الله اکبر. صحابه هم تکبیر میگن الله اکبر. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میشه که یا رسول الله، شما ناگه تکبیر گفتیم، این تکبیر به خاطر چی بود؟ ما نفهمیدیم. گفتن که در این لحظه قبر سعد ابن معاذ فشار داد و ما تکبیر گفتم پس باز شد. شاید سوال در ذهن بیننده بیایه که خب این صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله به این نماز خوندن، دعا کردن، چرا سر صحابه می؟ برمیگردیم به این که صحابه معصوم نبودن. یعنی چی؟ یعنی که معصوم نبودن شاید یک گناه سعد ابن معاذ کرده باشه، دوچار یک گناه شده باشه، ولی خوشا به حال سعد ابن معاذ که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر گفتن. ما همیشه جناب استاد سلیمانی سے به یه حدیث که میرسم میگم خوشا به حال سعد ابن معاذ که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر گفتن قبر گشاده شد. وای به اون لحظه که مار قبر فشار بده و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت که تکبیر بگه و کسی هم نیت که از این حالت واقف بشه. دعا میکنیم که الله اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین، تو رب العالمینی، ای الله رب مانی، و ما در اون لحظه که یک مشت ضعیفی، یک مخلوق ضعیفی که انقدر که خداوند بزرگه قویه، ما همانقدر ضعیفی، امیدواریم که الله سبحانه وتعالی در اون لحظه یک توجهی خاصی به ما کرده باشه و برای همه. از این دانسته میشه که قبر خیلی خطرناکه. عثمان ذی‌النورین گریه میکنه، گریش مبارک تر میشه، ولی ما افسوس قبرستانا رو میبینیم. ما بارها و بارها در لابلای صحبت ها برای عزیزا این موضوع رو اشاره کردم که سکوت مردگان نباید مار فریب بده. ما میریم سر یک زیارت میبینیم که خب آرام، سکوت، سکوت مردگان نباید مار فریب. یا بعضی از زیارت ها، قبرستان ها چراغان شده، میلجا شده و بالاخره تبدیل به یک پارک شده، تبدیل به یک تفریگاه شده. این احساس بکنیم که البته این قبر چنینه دیگه، خوب آرامش داره، خوب آرامه. خیلی از زیارت ها امروز وقتی که به عنوان یا اولیاء الله که هستن، یا ائمه هستن، یا به نام امامزاده که هستن، خب چراغون کردن، خب بالاخره به اونجا که انسان داخل میشه فکر میکنه نه، وحش ترین مکان قبرستانه. چرا؟ به خاطر اینکه عثمان ذی‌النورین به قضیه گریه میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر. سعد ابن معاذ به اینجا یک تکان میخوره، تنها میره و اینجا فقط در قبر کسی راحته، کسی راحته که ارتباط خاصی با الله سبحانه و تعالی داشته باشه و
لحظه ای که از دنیا میره بری از او گفته بشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یا بری از او گفته بشه نوم کنه نومت عروس. پس از این دانسته میشه که از انسانهای مؤمن، انسانهای متقی، انسانهای پرهیزگار از اونام پرسان میشه، ولی هر انسانی نظر به اعمالی که در دنیا انجام داده، اعمال سیه، عذاب قبر میبینه. بعضی انسانها بیشتر، بعضی مثلا سعد ابن معاذ یک لحظه عذاب دید، مجردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الله اکبر قبر باز شد. شاید از همه کمتر دیده باشه. سعد ابن معاذ از همه کمتر. میایم بر انسان‌های مؤمن، بعض انسان‌ها یک ساعت عذاب دارن، بعض انسان‌ها یک روز عذاب دارن، بعض انسان‌ها یک ماه، بعض انسان‌ها یک سال، بعض انسان‌ها 10 سال، بعض انسان‌ها 100 سال، بعض انسان‌ها عذاب قبر میبینن تا محشر. اگر گناه و معصیت اینا پاک نشد میره با مشکلات صحرای محشر، به او سختی های صحرای محشر. اگر به او هم پاک نشد میره به جهنم. انسان مؤمن به دوزخ هم داخل میشه ولی از جهنم نجات پیدا میکنه. این که در حدیث آمده که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، یعنی انسانی که لا اله الا الله بگه و بلا اله الا الله عمل نکرده باشه، به یقین لا اله الا الله گفته باشه، نماز، روزه، زکات عمل نداشته باشه، جهنم میره و بالاخره از جهنم آخر بیرون میشه، خالدن فی ابدا در جهنم نمیمونه. قبر هم انسان مؤمن نظر به اعمال سیئی که در دنیا انجام داده باشه عذاب قبر میبینه، ولی این نظر به همو اعمال از او ارتباط داره که چقدر اعمال سیئی و کم باشه کم عذاب میبینه، اعمال سیئه زیاد باشه عذاب بیشتر میبینه. اسباب عذاب قبر گفتیم که اسبابیه که در نص ثابت شده، در نص ثابت شده. چیه؟ اگر شما مولانا اجازه بدید ما اسباب عذاب قبر در برنامه بعدی بهش بپردازیم، چون وقت برنامه رو به پایان هست و یک صحبت آخر شما رو ببینند و میشنم انشاءالله اسباب عذاب قبر در برنامه بعدی بشه. اسباب عذاب قبر رو میگذاریم به برنامه بعدی، ولی یک نکته رو اشاره میکنیم که بعضی از انسانها هیچ عذاب قبر نمیبینه، راحت. از جمله اشخاصی که عذاب قبر رو هیچ نمی بینن انبیاء علیهم الصلاة والسلام، راحتا. بعد از انبیاء علیهم الصلاة والسلام کینه کی خواهد بود بیننده عزیز؟ با این مشکلات روبرو نمیشه، با این زحمات، با این عذابها روبرو نمیشه کسی که در راه الله سبحانه و تعالی جان شیرین خود فدا کرد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز شهيدا. كسي قدر راي الله سبحانه وتعالى جام شهاده ترمينوشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهيد تا حتی بسیاری از علما به این نظرن که شهید برزخ نداره و مجردی که جام شهادت رو می نوشه على طول سوار نکیرین از او شد میره طرف بهشت پروردگاره. خدا نصیب بکنه، خدا نصیب کنه شهادتی که الله راضیه. آمین. خیلی ممنونم جناب مولانا و همچنین بینندگان عزیز، واقعا جای تأمل داره که دعا بکنیم همیشه الله تعالی ما را از اون فتنه عظیم و از عذاب قبر در امان بداره و الله تعالی همه عزیزانی رو که رفتن و به قبرهای خودشون رسیدن از گذشتگان ما همین مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده.
و انشاءالله تو برنامه بعد همه شما عزیزان رو بر لاه متعال می سپارم. الله یارو نگهدارشون.